سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه آموزش نرم افزار پاور بی آی و این جلسه و احتمالا جلسه آینده میخوایم در رابطه با خوشگل کردن این نمودار صحبت کنیم که چجوری بتونیم نمودارمون رو یه مقدار خوشگل بکنیم، رنگ و رنگش بکنیم. خب اینه یه پله بیارم بالاتر تو هایرارکیش. خب میخوایم چیکار کنیم؟ بذار اصلا ریجین کانتری رو کلا حذفش کنم. آره اوکی، میخوام یاد بگیریم که چجوری بتونیم رنگای اینو عوض کنیم. من گراف سمت چپ رو انتخاب میکنم. اوکی، اینجا یه علامت قلمو از بچه ها ببینید که میاد روش میشه فرمت، اینو بزنید. یه سری آپشن اینجا باز میشه، راجب یه سریش تو جلسه بعدی صحبت میکنیم. چیزی که اینجا میخوام راجبش صحبت کنیم این دیتا کالرز. همونطور که میبینید برای تک تک اینا یه رنگی رو اختصاص داده به صورت پیش‌فرض، اما شما میتونید این رنگ رو عوض بکنید اگه دوست داشتید. مثلا من میتونم آسیا که الان اینه رو، این فکر کنم آسیا است درسته؟ آره، مثلا این رنگش رو عوض کنم به مثلا این رنگ که البته داریم، آبیش کنیم، نه قرمزش میکنم، رنگش میشه قرمز. برقی هم میتونید عوض بکنید. اگر هم حالا دوست داشتید برگردید به حالت پیشفرض، گزینه ریور تو دیفالت هم این پایین هستش که میتونید بزنید و برگردید به حالت قبلش. حالا اگر من بیام تو گراف سمت راستی کلیک بکنم و دوباره همین منو رو باز کنم، اینجا ببینید بچه یه دونه رنگ بیشتر نیست. خب که شما میتونید رنگش رو مثلا بکنید قرمز. قرمز میشه. باز گزینه ریور تو دیفالت هم هست. این چیه؟ اینو نمیدونم چیه، البته الان بهتون میگم چیه. آها آها، بهتون میگم چیه، بهتون میگم. اگر تو این گراف هم دوست داشتید که در حقیقت نسبت به منطقه رنگ بندی بدن، رنگ مختلف بدید نه تک رنگ، این گزینه شعال و آف آنش کنید، یا کنید برای همه باز شد. مثلا میتونید آسیا رو بدید قرمز باشه، اینو بدید مشکی، مثلا اروپا رو بدید این رنگی، این رنگی مثلا، و الی آخر میتونید رنگ مشخص کنید. پس شما میتونید تک تک هم رنگ بدید. اما این چی بود که من گفتم یه لحظه ها آدم رب چی بود؟ این کاندیشنال فرمتینگ بچه ها روی بعضی گراف ها میاد، نیا کن روی این گراف سمت چپی اگه من برم این کاندیشنال فرمتینگ رو ندارم، روی بعضی گراف ها میاد، مثلا روی این گراف میلی میاد. الان راجبش صحبت کنیم چیه. خب بریم سراغ کاندیشنال فرمتینگ. همین که اسمش مشخصه، کاندیشنال فرمتینگ یعنی شما بر اساس یک شرط میاد فرمت بندی میکنید، یعنی رنگ شما مثلا بر اساس شرطی مشخص میکنید. من یه مثال میزنم، ان شاء الله درس جلو تابلو مثال دیگه هم میبینیم و تو پروژه‌ای که انجام میدیم هم زیاد باش کار داریم. یه صفحه بعد باز شه برامون به این شکل. خب اول میگه فرمت بای، میگه بر اساس رنگ باشه، رول باشه یا فیلد ولیو. من میگم میخوام بر اساس رنگ باشه، یعنی میخوام فرمتم رنگی باشه. میگه رو چه فیلد یا چه ستونی من باید این کار انجام بدم. میگم همین ستون جمعیت، میتونم ستون دیگر هم انتخاب کنم. میگه خیلی خب من روی ستون جمعیت چه عملی ریاضی باید انجام بدم. میگم همون سام انجام بده. اوکی، اینجا میگه که اگر مقداری وجود نداشت توی یه زیر سلول اون رو چیکارش بکنم. میگم فرض کن صفره، میتونم بگم کاری نکنه، don't format، دست بهش نزن، یا specific color بهش بدم، یعنی برای اون سلول های خالیم یه دونه رنگ به خصوص در نظر بگیرم. من همون فرض میکنم صفره در نظر میگیرم. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ میام یه طیف رنگی در نظر میگیریم، میگیم از مثلا مینیمم ولیو شروع بکن، برو تا ماکسیمم ولیو، رنگ رو عوض بکن. اوکی، میتونیم رنگ مقدار به خصوص مشخص کنیم، کاستوم، یا میگیم مثلا کمترین شروع کن. مثلا من برای میگم که کمترین در حقیقت جمعیت هم رنگش اینجوری باشه، هرچی جمعیت بیشتر میشه قرمز پر رنگ تر بشه. میتونم یه مقدار میانی هم بچه مشخص بکنم، مقدار میانی که حالا اینجا لازمش نداره. اوکی کنم اینو، نیا کنید هرچی جمعیت داره کمتر میشه کم رنگ تر میشه. میتونم اینجا بر اساس کشور هم بیارم. بذارید چیزش کجا رو، آها من این کانتری ها اینجا برداشتم، بذارید دور برش گردونم.
خب یه پله بیان پایین تر نیا کنید اینا. هند و چین. هند اوله؟ نه بابا، شوخیش هم قشنگ نیست. نمیدونستم هند اوله. یا که حتی جمعیت کم تر میشه رنگش کم رنگ تر میشه. حالا این دوتا چون خیلی زیادن یه ذره خراب کردم، ولی منظوری که این هرچی کم تر میشه رنگش پر رنگ کم رنگ تر میشه. این هم از کاندیشنال فرماتینگ یه مثال زمان مثال مختلف میشه باش زد، خودتون حتما تمرین بکنید. بریم سراغ بحث بعدی این جلسمون. خب بریم سراغ این که چجوری بتونیم بچه این صفحه ریپورت رو ظاهرش رو عوض کنیم. خب میام چیکار میکنم؟ اینجا دوباره این قلمه ها رو میزنم. این دفعه هیچ کدوم از اینا رو بچه انتخاب نکردم ها، هیچ کدوم. اولش پیج اینفورمیشنه، یعنی اسم مثلا این پیج رو میتونی اینجا عوض کنی، تول تیپش فعال باشه یا نباشه، کیو اند ای باشه، بعدا راجعش صحبت میکنیم. پس اینجا دو تا کار بیشتر نمیشه انجام داد، بذار کیو ای اینو میبندم. میرم سراغ پیج سایز. اینجا میشه سایز اینو مشخص کرد، سایز بندی مختلف داره میکنید. اینجوری میشه، پس اینجا میشه سایز رو مشخص کنید که فکر کنم حالت کاستوم هم داره که میتونید اینجا خودتون مقدار بدید. خب بریم سراغ پیج بک‌گراند. اینکه بک‌گراندش سفید باشه یا نباشه. بعد ترانسپرنس چقدر باشه، مثلا یا که من مشکیش کردم نکن. اینا میتونید عکس بندازید تو بک‌گراند این گرافه بچه ها، من برای میگم به دیفالت. خب پیج الائمنت اینکه کجا باشه، بالا باشه، وسط باشه، به این صورت. همین والپیپر اینجوری بچه نگاه کنید. این هم بکگراندش رو مشخص میکنه، عکس هم میتونید بدید. فیلتر پن این سمت راست است. خب فونتش رو مثلا رنگش رو عوض کنیم اینجوری. این سایز فونتش رو عوض کنیم، هدرش رو سایزش رو عوض کنیم، فونتش چی باشه، بوردر داشته باشه نداشته باشه، رنگ بوردر چی باشه، عرضش چقدر باشه و و خیلی گزینه‌های دیگه. حالا برام میگم حالت دیفالت. این بیشتر برای این قسمت بود بچه. فیلتر کاردز این برای کجا بود؟ اینو یادم رفته چی؟ حالا باید برم نگاه کنم فیلتر کارز مال کجا بود؟ اشکال نداره، خیلی مهم نیست، بعدا بهتون میگم یادم رفته این چی بود. خب اینم از این قسمت، بریم بیام به ادامهش بیشتر درس بعدی. فعلا خلاصه.